جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. این هفته در برنامه جهان آموزش می‌خواهیم ببینیم روشنایی کلاس‌های درس چه تأثیری بر آموزش و یادگیری دارد. در مدارسی که اصلاً برق ندارن چطور؟ با هم دو طرح ابتکاری درخشان و تأثیرگذار را بررسی می‌کنیم. در بیش از 6000 مدرسه در آمریکای لاتین مشکل برق رسانی وجود دارد. طرحی قصد دارد ذهن و زندگی دانش آموزان مدارس و جوامع محلی را روشن کند. ببینیم این طرح در جمهوری دومینیکن چگونه اجرا می شود. انجل 12 ساله با قاطر به مدرسه می رود. هایدی هم معلم مدرسه است و با موتورسیکلتش مسیر تا مدرسه را طی 10 دقیقه می پیماید. ویلکین مدتی دیگر به مدرسه نمی رود. او حرفه آموخته و آرزو دارد کسب و کاری برای خودش به راه بیاندازد. هایدی، انجل و ویلکین هر سه در منطقه روستایی زندگی می کنند که در آن نه برق هست نه اینترنت. اما از وقتی طرح روشنایی برای یادگیری به اینجا آمده، زندگی آنها از این رو به آن رو شده. این طرح از 4 سال پیش اجرا می شود و انرژی خورشیدی را به این مدارس آورده. وقتی به این محل آمدم می خواستم زبان فرانسه درس بدهم، اما دیدم هیچ جا برق نیست. پدر و مادرم به برق خورشیدی دسترسی پیدا کردند. وقتی این اتفاق افتاد به خودم گفتم که من هم باید برای خودم برق خورشیدی دست و پا کنم، چون به چت و همه این چیزها عادت کرده بودم. بعد دیدم که مدرسه صفحه خورشیدی دارد و می خواهند دوره آموزشی هم بگذارند و فکر کردم که حتما باید در این دوره شرکت کنم و بیشتر در این باره بدانم. این برنامه در 500 مرکز آموزشی در روستا به اجرا در می آید. و حالا این مدارس مجهز به صفحه های خورشیدی و کامپیوترند و به اینترنت هم دسترسی دارند. هایدی یکی از هزاران معلم مدرسه و ویسلندی یکی از 20,000 دانش آموزی است که از برنامه نور برای یادگیری بهره مند شدند. الان اگر موضوعی در کتاب درسیمون نباشه میتونیم اون رو در اینترنت جستجو کنیم. اولویت این طرح بومیان و آفریقایی هایی هستند که آسیب پذیرند. هدف اصلی هم بالا بردن کیفیت آموزش در جوامع روستایی است که به دلیل شرایط بد آموزشی ترک تحصیل در میان آنها زیاد است. دسترسی به اینترنت تغییراتی واقعی را در آموزش و یادگیری و زندگی اهالی محل به وجود می آورد. علاوه بر این مدرسه محلی برای ملاقات بزرگسالان هم شده. آنها هم فرصت پیدا کردند که تحصیلاتشان را بهتر کنند و از انزوا بیرون بیایند. یکی از روزها کل اهالی محل دور هم جمع شدند و تا ساعت 11 شب فیلم دیدند که موفقیت بزرگی است. اگر برق نداشتیم چنین چیزی ممکن نبود. برای نصب تجهیزات انرژی خورشیدی در اینجا دوره‌های آموزشی هم برگزار شده و آموزگاران اهالی روستا هم در این دوره‌ها شرکت کردند. ویلکین از کسانی است که از این فرصت استفاده کرده و برای خودش کسب و کار کوچکی به راه انداخته. بعد از این آموزش‌ها دیگه لازم نیست تمام وقتم رو صرف کاشت سیب زمینی در مزرعه کنم. اگه کسی مشکلی در این سیستم‌های انرژی خورشیدی داشته باشه سراغ من میاد. من هم مشکلش حل می‌کنم، دستمزدم رو می‌گیرم. در کشورهایی که پروژه روشنایی برای یادگیری در مدارس روستایی به اجرا درآمده، میزان ترک تحصیل به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است. دانشمندان میگویند که نور و روشنایی محیط برای یادگیری تأثیر دارد. تنظیم روشنایی در مدارس باعث می‌شود دانش آموز بهتر یاد گیرد، کمتر اشتباه کند و بازیگوشی و حواس پرتی‌اش هم کمتر شود. در این گزارش به آلمان می‌رویم تا ببینیم داستان از چه قرار است. صبحی بارانی و مه‌آلود در هامبورگ. دانش آموزان کم کم برای رفتن به مدرسه آماده می‌شوند. در مدرسه ابتدایی ایندر آلتنفورس دانش آموزان در حالت خواب و بیدار هستند. دیانا آموزگار این دبستان است و دانش آموزان کلاس سوم را با تنظیم نور بیدار و هوشیار می کند. به کمک این نور مایل به آبی بچه ها تمرکز بیشتری دارند. آموزگار باید این نور را 20 دقیقه در زنگ اول مدرسه روشن کند تا بچه ها خواب آلوده نباشند و بیدار شوند. تأثیر بصری این نور آن است که چشم باز می شود. این مدرسه دولتی تنها مدرسه در آلمان است که تمام تجهیزات نورپردازی دینامیک را در اختیار دارد.
علاوه بر امکان تنظیم روشنایی، سه نوع تنظیم دیگر نور هم هست که میتوان آنها را بسته به موضوعات درس به کار برد. این نور آرامش بخش است و وقتی بعد از زنگ تفریح دانش آموزان به کلاس برمیگردند و هنوز در حالت بازی و تفریح و فعالیت هستند، این روشنایی را به کار میبریم تا پس از زمانی کوتاه برای ادامه درس آرام شوند. بعد نور مخصوص تمرکز را تنظیم می کنیم که همانطور که از اسمش معلوم است برای تمرکز بهتر است. رنگ نور و میزان روشناییش نیز فرق می کند و هر وقت نیاز به تمرکز باشد، مثلا برای یادگیری ریاضی یا برای امتحان، از این نور استفاده می کنیم. بقیه یه روز همان نور معمولی مدارس دیگر را داریم. این نور هم استفاده خودش را دارد، اما همیشه می شود در روشنایی تنوع به وجود آورد. دیانا نور را در طول روز 15 بار تغییر می دهد. طبق نتیجه تحقیقات درمانگاه اپندورف دانشگاه هامبورگ، میزان بازیگوشی دانش آموزان کلاس دیانا در مقایسه با دانش آموزانی که در کلاسی با نور معمولی درس می خوانند 75% کمتر است. بچه ها کمتر اشتباه کردند. در بررسی ها معلوم شد که آنها بهتر هم می نویسند و می خوانند. همچنین سرعت خواندن و درک مطلبشان به مراتب بهتر می شود. بر اساس این بررسی، نه تنها شدت نور بلکه رنگ نور هم نقش مهمی دارد. اگر نور روشن و متمایل به آبی باشد، هورمون کورتیزول فعال می شود و بازدهی بیشتر. وقتی تاریک است بعضی وقتا بیدار نیستیم، اما اگر روشنایی بیشتر باشد کاملا بیدار هستیم. متوجه شدم که وقتی تاریک و بعد روشنایی خیلی زیاد میشه، یعنی اینکه نور برای تمرکز روی درسه. وقتی از زنگ تفریح برمیگردم، خانم معلم نور آرامش بخش رو روشن میکند و مدت کوتاهی وقت داریم که آرامش پیدا کنیم. سرپرست این تحقیقات میگوید با وجود اینکه تاثیر نور و نورپردازی بر یادگیری از نظر علمی ثابت شده، اما مدارس کمی هستند که از این شیوه دینامیک نورپردازی استفاده کنند. مردم اغلب اهمیت نور برای یادگیری را دست کم می‌گیرند. به همین دلیل مسئولان مدرسه اغلب به این نکته توجه نمی‌کنند. البته دلیل دیگرش هم این است که این روش نورپردازی از نور طبیعی پرهزینه‌تر است، چون به برق نیاز دارد. دلم می‌خواست برای انجام تکلیف در خانه چراغ روی میز با نور زیاد داشتیم، مثل همان که در مدرسه آزمایش کردیم. Und dann geht's aber auch darum am Abend, dass schon برای بچه‌ها مهم است هنگامی که دندان‌ها را مسواک می‌زنند نور کمتر شود تا بتوانند راحت‌تر بخوابند. نظرتان درباره این دو طرح ابتکاری چیست؟ نظرتان را در صفحه شبکه‌های اجتماعی برنامه با ما در میان بگذارید. Goodbye for now. جهان دانش در همکاری با وایز طرحی از بنیاد قطر.